بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای نهایت علی سلام، امروز همچنان درس ما از برنامه ورد شروع میشه. ببینین شاگردای عزیز، در درس قبلی ما بخش پیستپ را تا جایی خوانده بودیم، حال میپردازیم بخش باقی مانده پیستپ را. ببینین در درس قبلی مرژنز و پیپر را خوانده بودیم، حال میپردازیم به بخش لی‌آوت پیست تب. اگر خواسته باشین درس قبلی ما را تماشا کنین و چینل یوتیوب ما مراجعه کنین، وزف اندخوی چینل یوتیوب ما میباشد. خب در لی‌آوت ببینین سیکشن نیجا داریم، سیکشن ستارتس، ببینین کانتینیوز، خب نیو کالم، نیو پیج، ایون پیج، اوت پیج دیجه داریم. اولا باید ما از سیکشن باید آگاهی داشته باشیم. اولا میاییم بالای بریک کلیک میکنیم، بعدا این کالم همچنان اینا همچنان به سیکشن ما مربوط است. تا جایی اول میخوانیم بخش بریک و سیکشن را که در کدام موارد استفاده میشه. شاگردای عزیز، این سیکشن بسیار کاربرد و مهم و اساسی داره در برنامه مایکروسافت ورد. ببینین هرگاه ما سیکشن ها را جدا کنیم، مثلا 10 صفحه داریم، 10 صفحه ما مثلا در هر صفحه سیکشن ما جدا باشه، میتونیم به هر صفحه خود تنظیمات دلخواه خود را وارد کنیم. ورد مثلا 10 صفحه داشته باشیم، مستقیم متن را تایپ کرده تایپ بکنیم تا 10 صفحه را در عین سیکشن پیش میره. اگر خواسته باشیم یک پیج باردار یا پیج نمبر به هر تنظیمات که باشه به او اضافه کنیم، در تمام دمی 10 صفحه به همه گیش اونمو مسلسل یا متوالی میاد. اگر خواسته باشیم ما هر تنظیماتی که باشه به هر صفحه یا از چندین صفحه یک صفحه خواسته باشیم با تنظیمات دلخواه خود تنظیم کنیم، از سیکشن باید استفاده کنیم. بدون سیکشن این کارا بسیار مشکل است. ببینین مثلا میخواییم اگه اونجا مصائب رند نوشته کردیم، یک مورد میشه که من از دیزاین پیج باردر میگرم، دیجه میخواییم که یک باردر داشته باشیم در صفحه ما. ببینین کنترول انتر پیج بریک مصائب رند، ببینین این صفحه ما همچنان اینمی پیج باردر اینمی تنظیمات رو به خود گرفت، اما ما نمیخواییم در این صفحه ما این تنظیمات این پیج باردر باشه یا صفحه نمبر یا هیدر فوتر. هر تنظیمات خواسته باشم در هر صفحه خود، من در هر سیکشن خود میتونم به شکل جداگانه تنظیمات از او را تغییر بدم. ببینید مثلا حال اینمی 2 صفحه ما یک سیکشن داره، میاییم بالای نیکس پیج، مثلا نیکس پیج با هیدر ازی کلیک میکنیم، ببینید سیکشن 2 شد، این سیکشن 1 است. دیگه ما میخواهیم که به این دیزاین باردر یک باردر جدید بدیم. ببینید دو سیکشن را اینجا انتخاب میکنم بعدا به این شکل. ببینید تنهایی پیج باردر نیست، میتونیم هیدر فوتر مختلف در هر صفحه خواسته باشیم به این اپلای کنیم. خب پیج نمبر، بعدا لاین نمبر، پیج باردر، هر شیی که خواسته باشیم اضافه کنیم. مثلا از صفحه قبلی صفحه بعدی ما متفاوت باشه، صفحات هر چند صفحه خواسته باشیم از هم دیگر متفاوت باشن، از سیکشن ما استفاده کنیم. ببینین مولای لی‌آوت کلیک کردم، تب لی‌آوت، اینجا سیکشن داریم. خود اینجا من اینا را حذف میکنم، بعدا باردر را همچنان نان میگرم که یک صفحه عادی داریم. حالا دیگه یک مطلب تیپ میکنیم به این شکل،
ببینین، خب ما میخوایم اینمی مطلب ما کمی اضافه تر باشه. خب اینجا پیج بریک داریم، ما میخوایم از این قسمت متن را به صفحه بعدی ببر. یعنی ببینیم یک صفحه داریم اولی، میخوایم یک صفحه جدید بگیرم و اینمی متن خود را کرسر را در هر قسمت مانده باشم، اون متن را به ما به صفحه بعدی باید ببرم. ببینیم به این شکل پیج از این قسمتی که کرسر را مانده بودیم، از این قسمت متن ما را به صفحه بعدی برد. ببینید قسمت باقی مانده متن ما به اینجا قرار گرفت. خب پس دوباره اندو میکنم، اگر در آخر اینمی متن کرسر ما قرار داشته باشه، ببینید ما میخواییم که اینمی قسمت باقی بانه، یعنی سفید بانه، ما میخواییم یک صفحه جدید به این اضافه کنم. ببینید اینجا میگم خب پیج، ببینید اونم قسمت ما باقی ماند، یک صفحه جدید از اینجا ایجاد کردم. ای بریک به این خاطر استفاده میشه. باز دیگه داریم کالم، داریم کالم به کدام حالت ها استفاده میشه. مثلا دیگه داشته باشیم مصاحبه رنگ یک قسمت، مثلا دو کالم داریم. خب متن ما کم بوده به این شکل. خب حال دو کالم داریم، ببینید اینجا یک کالم، کالم دوم. متن ما اضافه باشه به یک کالم دیگه، خود به شکل اتومات خودش تایپ میشه. اما ما میخوایم که متن اینجا ختم شد، ما میخوایم به یک کالم کمی اضافه کنم. مثلا اینجا هیچ کلیک نمیشه، اینجا کرسر میمونیم. خب بعدا به این بالای از این کالم کلیک میکنیم، ببینیم به این شکل مصاحبه رنگ کرسر ما رو به این کالم فعال ساخت. ببینیم به این شکل. خب اگه باشه مثلا در اینجا اینوان میتیم، مثلا یونت وان به این شکل بولت، ما میخوایم که اینمی یونت وان ما اینوان یونت وان اینمی که مطلب داره با خود در کالم بعدی باید بیاید. به یک قسمت کلیک میکنم در اول اینمی یونت وان، بعدا به لایات بریک کالم بریک. ببینیم اونمون بخش مکمل به کالم بعدی اضافه شد. خب بعدا اینجا دارم تکست رپینگ. خب بیره یک کالم میگرم، خب بالای بریک کلیک میکنیم، اینجا تکست رپینگ دارم. تکست رپینگ ما چی کار میکنه؟ این بسیاری در صفحات ویب استفاده میشه. مثلا spread text around object، مثلا یک object داشته باشیم، یک شیپ داشته باشیم، اونمو شیپ را در چهار اطراف شیپ متن باشه، متن را از شیپ جدا میسازه. ببینیم مثلا یک insert شیپ، مثلا این نمی شیپ را انتخاب کردیم به این شکل اینجا اضافه میکنیم. خب این را اسکویر میگیریم. ببینیم اگر اینمی تو اطراف شیپ متن نباشه، به اینجا کلیک میکنیم، باز میاییم ملای لای اوت به این شکل تکست رپینگ به این شکل تنظیم کرده میتونیم دو طرف متن ما، دو طرف شیپ ما متن نداره. یا ای با دیگه بخش هم استفاده میشه، مثلا دیجا ما داریم یک لاین داریم، اما میخوایم که قبل از این یک لاین دیگه داشته باشیم، اگر انتر بکنیم دیجا یک فراگراف با ما اضافه میشه. اما خواسته باشیم یک لاین اضافه شوه، تکست رپینگ هم میگیریم، ببینید یک لاین با ما اضافه کرده، به این شکل اضافه کرده میتونیم. خب بعدا اینجا میاییم next page continues event page out page section breaks داریم. ببینیم به این شکل section next page ما
ببینین اینجا کلیک کردیم و بر فعل یک صفحه داریم. مثلا میگیم که ما میخواهیم که next page رو بگیریم. next page یعنی میگه insert a section break and start the new section on the next page. یک صفحه جدید اضافه میکنه و سیکشن صفحه جدید رو از این صفحه قبلی ما جدا میسازه همچنان. ببینید next page به این شکل مصاحبه رند. حال میبینیم سیکشن دو این سیکشن یک است. خب حال ما میخواییم تنها نمی سیکشن خود کالم میتونم به این کالم نمیتونم مثلا کالم مثلا در صفحه بعدی میریم به این کرسر میمونیم کلیک میکنیم مور کالمز ببینیم به چند بخش کالم تقسیم میکنیم دیجه تنظیم میکنیم دو سی یا اینمی چار یا دو مثلا سی یا چار کالم باشه. از اینجا میتونیم که بر کالم رو یعنی بر کالم رو تنظیم کنیم و همچنان سپیس که بین کالم ها میباشه رو تنظیم کنیم. ایکوال کالم وید رو غیر فعال میسازیم. ببینین باز خود ما تنظیم کردیم هر کالم برش چند باشه اینجا تعیین کرده یک دو سی کالم داریم سی اگر زیاد باشه ببینین چهار کالم بود از این سکرول بار استفاده میکنیم کالم چهارم هر کدام شد به دلخواه خود تنظیم کرده میتونه. ایکوال کالم وید رو تیک دار کنیم ببینین اینجا باز بر همه کالم ها رو ما رو چی میکنه برابر نگاه میداره. خب this section میگه اینمی رو چهار کالم تقسیم میکنی تو میگه وول داکیمنت اول میگم وول داکیمنت که باشه صفحه دوم صفحه سیوم یا صفحه اول هر چقدر داکیمنت ما باشه با چهار کالم مثلا در اینجا گرفتیم تنظیم میکنم این شکل یک کالم دو کالم سه کالم چهار کالم شد ببینیم به این شکل مثلا در اینجا یکان چیز اضافه میکنیم دوباره به این شکل کپی میکنیم در اینجا اد میکنیم پست ببینیم چهار کالم شد به این شکل. اما ما میگم که نه اینمی کالم خود را پس دوباره به یک کالم تنظیم میکنم. ببینیم به یک کالم تنظیم کردم دیجم داریم دیجم داریم ایرم میگیریم سیکشن ما جدا بود ببینیم ایرم یک به یک کالم تبدیل کرد. اما ما میخواییم که اینمی سیکشن ما خود جدا است از صفحه قبلی ایرم میخواییم تنها اینمی را به دو یا سه کالم تنظیم کنم. ببینیم دیجه مثلا چهار کالم دو کالم میگیرم میگم که اینمی سیکشن را اینمی صفحه ما یک سیکشن جدا داره اینمی سیکشن را تنظیم که اوکی. ببینیم حال با دو کالم تنظیم شده اینجا میگم که با این کالم هم کمی نوشته کنیم ببینیم میگیم کالم بریک نیجا آمد یا کپی مثلا اینجا پیست میکنیم. ببینید در اینجا کرسر ما در این صفحه بعدی قرار داره صفحه دوم یک دو کالم داریم در اینجا اما کرسر را به صفحه اول میبرم ببینید کلیک کردم این یک کالم است به شکل نرمال. ببینید به این شکل به این خاطر ما میتونیم که از سیکشن استفاده کنیم. اگر سیکشن را بند نظر نگیریم سیکشن را جدا نکنیم همه داکیمنت ما 100 صفحه 1000 صفحه هم داشته باشه به یک تنظیمات تنظیم میشه. خب حال خواندیم تو next page بود این continues داریم اینجا مثلا continues ما چی کار میکنه اینجا یک کالم دوباره میگرم ببینیم مصاحبه رند اینجا یک سیکشن به شکل اوتومات اینم یک سیکشن سیکشن نرده میشه. باز ما میخواییم در این صفحه یک سیکشن جدا کنم ببینیم اینجا continues مصاحبه رند ببینید حال ما نمیفهمیم که چند سیکشن داریم دو سیکشن داریم اما ما میخواییم که در اینجا لاین نمبر اضافه کنم continuous باشه یا restart each page باشه یا restart each section یعنی لاین نمبر ما تا صفحه آخر متوالی یا ادامه داشته باشه مسلسل
یا در هر صفحه از سر بیایه، از اول از یک رجیستر ای سیکشن، در هر سیکشن ما از سر باید بیایه، از یک شروع شد. یعنی انتخاب کردیم، ببینیم یک دو سه چهار تا ده، پس سیکشن ما دیگه جدا شد تا از یک تا یازده مثلا. این یک سپیس را به ما یک لین به شمار میاد، یک سپیس ما ببینیم به این شکل. در این صفحه چندین سیکشن از طریق کانتینیوز گرفته میتونیم. اگر نیکس سپیس باشه، صفحه بعدی، صفحه جدید و سیکشن جدید به ما اضافه میکنه. مثلا کانتینیوز یک کاربرد دیگه هم داره. مثلا دیگه میاییم که لین نمبر نان میگیریم، مصاحبه رند 99 پاراگراف داشته باشیم. ببینین چند صفحه شده. خب صفحات ما، تعداد صفحات ما انزل پیج نمبر اضافه میکنم که ببینیم که چند، چهار تا صفحه داریم بر فعلا. مثلا دهی در ما صفحه ما نمبر صفحه ما اضافه شد. ببینید این صفحه چند شد؟ صفحه 4. اما ما میخواییم که حال در صفحه 4 باشه. این اینجا یک سیکشن داره، اینم یک، این دو، ایم سه مثلا. ما میخواییم بعد از دو اینمی صفحه سیوم ما سیکشنش از این جدا باشه. مثلا سیکشن صفحه سیوم ما باید جدا باشه. ببینید حال ما یک چیز اد میکنم، اضافه میکنم، مثلا پیج باردار اضافه میکنم در اینو. ببینید به هم اگهش یک دم میایه. اگه من دی سیکشن هم اگه انتخاب کنم در اینجا، ببینید دی سیکشن هیچ تغییرات نمیایه. دیگه چی میکنیم؟ اینمی دو صفحه اولی ما در یک سیکشن باقی مانه، دو صفحه بعدی ما در سیکشن بعدی باید بیایم. ببینیم هیدر داریم، هیچ چیز نداریم دیگه. دیگه کلیک میکنیم صفحه بعدی. خب کانتینیوز، ببینیم حال سیکشن دو این سیکشن یک شد. مثلا قبلا متنی که قبلا تایپ شده داشته باشیم، مثلا 100 صفحه، 1000 صفحه، دوجا اگر خواسته باشیم هر کدام صفحه را سیکشن از او را از صفحه قبلی جدا می سازیم، ببین چی میکنیم؟ از کانتینیوز دوباره استفاده میکنیم. خب بعدا ما میتونیم که ایونت پیج و دوی صفحات جفت تاق را همچنان سیکشن از زیره از این جدا کنیم. ببینید صفحه چهارم صفحه جفت میشه. مثلا در اینجا بعد از صفحه جفت باید با ما صفحه جدید بگیریم، تاق با ما بتا، بعد از تاق باید جفت بتا با ما. ببینید به این شکل شش شد. اما بعد از شش دوباره صفحه جفت میگیرم، مثلا ایونت پیج. ببخشید دیگه کمی مطلب باید اضافه کنیم. میایم دیگه ایونت پیج، ببینید صفحه هشتم، ای صفحه ششم، ای صفحه هشتم شد. هفتم تاق بود، را به ما نداد. ما میخوام دیگه باز اگر صفحه تاق به ما بعد از تاق هر جا خواسته باشیم صفحه تاق میگیریم، بگویم هم سیکشن رو جدا میکنه، هم صفحه تاق به ما میده و هم سیکشن از رو جدا میکنه، هم صفحه جفت به ما هر جا خواسته باشیم میده. کانتینیوز، خب در این صفحه چند سیکشن از طریق از اضافه کرده میتونیم. و همچنان مطلبی که 100 یا 200 صفحه تایپ شده داشته باشیم، در هر صفحه خواسته باشیم بعدن از سیکشن جدا میکنیم، ببینیم چی میکنیم، از کانتینیوز استفاده میکنیم. نیکس پیج بعدن از صفحه که داشته باشیم یک صفحه جدید خواسته باشیم بگیریم و سیکشن از او از صفحه قبلی جدا شوه، از نیکس پیج استفاده میکنیم. عین این کارا را میتونیم دیجم اضافه کنیم. مثلا با پیج لی اوت میایم، ببینید مثلا کانتینیوز مثل که دیجه خواندیم، پیج، نیو پیج، صفحه جدید، ایون پیج، اوت پیج. ببینید خب یک این صفحات رو دلیت میکنم، یک دکمنت جدید میگیرم از اینجا، کنترول ان به شکل. و میخوایم که در اینجا یک متن داشته باشم، اما
یک صفحه جدید میگیرم، سیکشن از او باید جدید باشه. از این طریق نی، مثلا از این طریق میخواییم. ببینید نیو پیج، خب اول داکومنت یا تمام داکومنت ما اینمی تنظیمات باشه نی، میگیم دیس پوینت فوروارد، اینمی پوینتر و فوروارد. خب سیکشن دایرکشن از کدام طرف باشه؟ باید از طرف راست یا از طرف چپ نوشتهش بیه، مثلا لفت انتخاب میکنیم. اوکی فیکس. اوکی ببینید حال یک صفحه قبلی ما، این صفحه دو بعدی ما، ببینید سیکشن دو آمد به اینجا. خب یه پس دوباره ما اندو میکنم، دوباره به لایت میهیم، اینجا داریم کانتینیوز. کانتینیوز ما چی کار میکنه؟ در این صفحه ما میخوایم که مثلا اینم اینجا کانتینیوز رو انتخاب کردیم، خب دیس پوینت فوروارد، خب به این شکل اینا رو تنظیم میکنیم. به این شکل یک صفحه جدید میگیریم، مثلا بر رن در این نوشته میکنیم، اینجا یک سیکشن شد. در اینجا میخواییم در این صفحه یک سیکشن، سیکشن جدید بگیریم، لیاوت به این شکل. خب لیاوت کلیک میکنیم و کانتینیوز رو انتخاب میکنیم به این شکل. خب دیس پوینت فوروارد اوکی میگیریم. ببینیم حال دوباره مثلا بر رن تایپ میکنیم. حال خواسته باشیم ببینیم یکی سیکشن جدا شده یا نشده، ریستارت ای سیکشن. ببینیم یک تا پانزده یم یا از یک شروع شده. ببینیم سیکشن ما مقصد از این همی است که سیکشن ما در اینجا جدا شده. خب بعدا دوباره میاییم مولای لایات از اینجا نیو پیج، اگر خواسته باشیم میگیم نیو کالم، همچنان ایون پیج، خب صفحات و تاق جفت ما اضافه کنه. نیو پیج یا نیو کالم چی کار میکنه؟ ببینیم ما در اینجا میخواییم که اینا را حذف کنم، مسای بر رند. همینجا ما میخواییم که اینمی را، اینمی مطلب خود را یا اینمی صفحه خالی باشه، اینمی را با دو کالم تقسیم میکنم، کالم یک کالم دو، مساوی بر رند. خب شش پاراگراف باشه مساوی به این شکل، دو کالم داریم. حالی بعدا ما میخواییم که اینمی مثلا کنترل انتر میکنیم، مثلا انتر به صفحه بعدی اضافه شد. ببین در صفحه بعدی هم همچنان ما دو کالم داریم، اما ما نمیخوایم در صفحه بعدی دو کالم نبیایه. مثلا یک صفحه جدید اگه خواسته باشم کنترل انتر گرفتم، یه دو کالم است. اگه ما خواسته باشیم ایره به سی کالم تبدیل کنیم در اینجا، ببینین این صفحه قبلی ما در سی کالم تبدیل شد. پس اندو میکنم در دو کالم تبدیل شد و ایرم بس دوباره اندو میکنم صفحه بعدی نمیه. ببینیم در اینجا ما میخواییم که از اینجا یک صفحه میگیرم، ببینیم نیو کالم دس پوینت فوروارد اوکی میکنم، صفحه جدید داد، همچنان دو کالم است ایه. اما ما میخواییم که اینه میره به سی کالم تبدیل کنم، ببینیم سی کالم شد، اما ای کالم ما به شکل قبلی باقی مان. ببینید دو کالم به این کلیک میکنیم این سه کالم شد. میتونم در هر سیکشن، ببینید سیکشن دو شد و همچنان یک سیکشن جدید به ما اضافه کرد و همچنان به ما یک کالم و دلخواه خود در این تنظیم کرده میتونم، یعنی کالم ما از صفحه قبلی متفاوت میشه. ببینید output event page همچنان در اینجا خوانده بوده به این شکل، support just top نه servers in nodes در reference فعال میشه. مثلا در اینجا در این نود اگر خواسته باشین بیشتر بفهمین درس های مرا چاینال مرا تخریب کنین. ببینین بعدا در اینجا داریم different within event، مثلا هیدر فوتر های ما، در هیدر فوتر خونده بودیم که صفحات جفت تا و صفحات اول صفحه ما صفحه قبلی مختلف باشه، این چیز رو در اینجا تنظیم کرده میتونیم. در درس قبلی ما مراجعه کنین این بخش ها رو در اوجه مشاهده میکنین.
ای واز هیدر فوتر، یعنی هیدر پوزیشن هیدر فوتر ما، یعنی مثلا اینم هیدر فوتر ما مرفیلند نیچه چند است این شکل باشه، اینم این پوزیشن کمی اضافه میکنم، اینم این قسمت رو بگیم چی میکنیم از اینجا لی اوت ببین هیدر این شکل اضافه میکنیم اوکی ببینیم حال مسافه ای که هیدر ما من در نظر گرفته شد زیاد شد این قسمت ما. خب بیره پس دوباره پنج می سازیم به شکل. خب بعدا با لیاوت کلیک میکنیم به شکل ببینیم این تنظیمات تنظیمات خواسته باشین در این سیکشن اگه جدا باشه در این سیکشن دسپاین فوروارد با صفحات بعدی دوبل داکمنت و تمام داکمنت بعدی و قبلی همچنان تنظیمات جدید رو اپلای کرده میتونیم. مثلا لاین نمبر درس بعدی ما میخونیم اینو بخیر پیج باردر رو در دیزاین تب خونده بودیم ست از دیفالت در درس قبلی همچنان خونده بودیم. هر تنظیمات که اینجا علاوه کنیم اضافه کنیم اینجا ست از دیفالت به شکل استاندارد تبدیل کرده میتونیم را. ورتیکال الائنمنت هست اینمی بر فیل خود نوشته میکنیم به شکل از بالای صفحه نوشته شده میاد ببینیم به شکل به کال میگم از اینجا، اما ما میخوایم که اینمی از پایین صفحه بیایه جستفای شده بیایه سینتر صفحه، مثلا سینتر صفحه میگیریم اوکی ببینیم در وسط صفحه ما قرار داره ببینیم به شکل سینتر صفحه نوشته کرده میتونیم را. یا خواسته باشیم ما پایین صفحه نوشته بیایه اوکی میکنیم ببینید به شکل از پایین این به شکل نرمال از بالا نوشته شده باید بیه. شاگردان نهایت عزیز این بود درس امروزی ما، تا درس های بعدی خداوند یار و مددگار داماد خدا حافظتان.